خدمتشون بودیم تقریبا 1 تا 2 هفته 3 هفته پیش، و این سری حالا این وبینار رو برای این گذاشتیم که دکتر می‌خواستن یک سری صحبت ها و فرمایشاتی که سری قبلی داشتن رو به صورت حالا بر اساس یک سری فکت ها و آمارهای رای بدن که خب توی لایو اینستاگرام قابلیتش نبود و گفتیم به صورت وبینار باشه. آی دکتر من خیلی دیگه طولانی صحبت نکنم و شما بفرمایید. خواهش میکنم. فقط آقای دکتر منو یه جایی از قضیه راهنمایی بفرمایید. من در واقع صفحه‌مو الان شیر میکنم. منتها چجوری من این اسلایدا رو رد کنم؟ یکی دو بار موفق نبودیم ما تو این بخش. اگر شما لطف کنید به من راهنمایی بفرمایید که من اون دسترسی که اسلایدام جلو بره اون قسمت رو. الان من دسکتاپم شیر شد آقای دکتر؟ نه هنوز من که ندارم. آها الان داره بکنم یه اتفاقاتی میفته. فعلا بر من نیومده، نمیدونم بقیه دوستان دارن یا نه. بله زدم، منتها اینجا یه صفحه اومده خدمت شما عرض کنم که چوز وقت توشه من انتایر سکرین زدم، اون شیر شنوز آبی آسمانیه، یعنی نمیگیره پیام. خواهش میکنم. نه انتخاب کردم، چیزی جلوتر نمیره، یه صفحه میاد که شیر و کنسل، شیر آبی کمرنگ روش میزنم نمیگیره، یعنی جلوتر به الو نمیره. پاورپوینت بله بله دقیقا آره آپلود بکنیم. بله اونجوری باشه. خوبیش اینه تازه ما هم میتونیم اسلایدر رو عقب جلو بکنیم. آها آقای دکتر پخش داره، پیش نمایش داره، نمایش نداریم. آه اینجا گزینه بله چیزم داد بهم. ممنون. خب با نام یاد خدا با عرض سلام و روز بخیر خدمت عزیزان و تشکر از بزرگوارانی که در این وقت نه چندان مناسب فرصت و وقت گرانبهاشون رو در اختیار این برنامه قرار دادن، به همچنین تشکر فراوان از جناب آقای دکتر خواصی عزیز و خودشون از صاحب نظران و دانشمندان بسیار خوب کشور و استان هستن، با افتخار ما هستند و مجموعه بسیار خوب بلان فکر و همراهان ایشون که امکان مصاحبت مجازی با شما عزیزان رو برای بنده فراهم آوردن. باعث افتخاره که من بتونم بخش و گوشه ناچیزی از آموخته های در واقع کمترین خودم رو با شما عزیزان شیر کنم و با هم همفکری کنیم، صحبت کنیم و از داخل این وبینارها برای نظام آموزش عالی کشورمون انشاءالله رهاوردهای خوبی رو بتونیم داشته باشیم. همطور که استحضار دارید موضوعی که من در موردش خدمتتون صحبت خواهم کرد موضوع آموزش در واقع عصر پسا کرونا است. این که خب ما میدونیم این همگیری کرونا یک اتفاق واقعا چند بعدی و چند سطحی بود، یعنی اتفاقی بود که یه نگاه واقعا 360 درجه
میشه بهش داشت که بخشی از این در واقع سکتور نگاه پزشکی و سلامت اونه، منتها خیلی اتفاقات دیگه به قدری وسیع و تکان دهنده افتاد و سریع افتاد که در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی انسانی اتفاقات بسیار بزرگ بود، به نوعی که امروز دیگه همه معتقدند که ما میتونیم زیست بشر رو بر روی کره زمین حداقل تا اونجایی که در واقع تاریخ نگاشته های مدون داریم به دوران پیش از کرونا و بعد از کرونا تقسیم بندی کنیم، نه از آن روی که یک پاندمی در دنیا رخ داد که پاندمی های دیگری نیست پیشتر رخ داده بود، بلکه از این جهت که وسعت، سرعت و شدت اتفاقاتی که افتاد به قدری شگرف بود که دنیا با یه چهره جدیدی از زندگی مواجه شد و همه ما به یک شیوه جدید زیست بر روی کره عادت کردیم، مناسبات اجتماعی، مناسبات اقتصادی، مناسبات بین المللی، خیلی خیلی بحثا تفاوت‌های بزرگی پیدا کرد و به همین دلیل ما امروز میتونیم از پدیده‌ای به اسم عصر پسا کرونا صحبت کنیم. خب طبیعتاً یکی از مباحثی که در این عصر پسا کرونا کمتر دیده شد مثل همیشه و مظلوم واقع شد و به نظر من جا داره که خیلی بیش از اینها در موردش پرداخته بشه و صحبت بشه، پدیده‌ای بود به اسم ایژوکیشن. ما چون آموزش رو خیلی بدیهی میدونیم همیشه و در کنار ماست، مثل وزش یه نسیمی که خوب استفاده میکنیم ازش، یا وجود هوا و انقدر بدیهی نمیبینیمش. آموزش یه چیزی مثل هوا شده در زیست اجتماعی ما، در حالی که خیلی مهمه، یعنی بسیاری از آموزه ها، مهارت ها، بسیاری از نگرش ها در زندگی انسان آموزش میبینه، باوراش، نگاهش، تواناییاش در اثر آموزش تغییر میکنه و بنابراین فرایند به این بزرگی خدمت شما عرض کنم که به قدری بدیهی است که ما اونو به مثابه یه پدیده‌ای که در یه چنین عرصه پسا کرونایی باید مطالعه بشه، واقعیت اینه که ما و دنیا کمتر به این پدیده از این منظر پرداختیم که خود این پدیده در واقع در اثر این اتفاق چه تغییراتی کرد. خب اگر ما بخوایم اول ببینیم که اصلا آموزش چیه، خب آموزش تعاریف متعددی از من سعی کردم تعدادی از دم دستترین و ساده ترین تعاریف رو براتون بیارم که یه مقدار مرور کنیم و ذهنمون آماده بشه برای ادامه. بس میگیم فرایند دریافت یا ارائه در واقع راهنمایی های سیستماتیک مخصوصا در واقع در قالب یک مدرسه یا دانشگاه رو میگیم ما آموزش، اون چیزی که خیلی هممون این رو میشناسیم. اما یه مقدار تعریف رو گسترده تر کنیم، میشه آموزش در واقع فرایند تسهیلگری یادگیری است به لحاظ اون شکل نهادی قضیه، یعنی آموزش نهادی که در جامعه متولی و مسئول آموزشه داره در واقع یادگیری رو تسهیل میکنه. امروز این نگاهه، یاد نمیده، یاد خود فرد خودشو یاد میده. این خیلی نگاه جالبی که من بعدم با این موضوع کار دارم، ما اینو تسهیل میکنیم. یا این که از منظر در واقع اونبر دریافت کننده، در واقع دریافت و نهادینه سازی یک سری دانش ها، مهارت ها، ارزش ها، معنویت ها و اخلاق درونی، اعتقادات و عادات. ببینید تک تک این بردارها قابل بحثه. پس خیلی بزرگ شد وسعت آموزش، شد تربیت در خانواده، شد تربیت در اجتماع، شد دایره روابط ما، همه آنچه که از ابتدا آروم آروم میایم بالا یاد میگیریم، میایم بالا یاد میگیریم، آماده میشیم، بیشتر یاد میگیریم، بیشتر آماده میشیم و بیشتر یاد میدیم و همینطور این جریان انسانها رو برای زندگی اجتماعی آماده تر میکنه. خب بنابراین اگر از این منظر نگاه کنیم، خیلی پدیده بزرگی رو ما در اطراف خودمون به اسم آموزش میبینیم.
اما آموزش به طور در واقع مکرر و معمولا تحت عنوان خدمت شما عرض کنم که راهنمایی یه سری آموزش دهنده هایی یا ادوکیتورها اتفاق میفته، حالا در مدرسه، دانشگاه یا هر فضای سیستماتیک دیگری. اما واقعا ما میدونیم و میبینیم که خود افراد آموزش گیرنده هم میتونن خودشون رو آموزش بدن. و عرض کردم توی عبارت قبلی که ما اصلا این اتفاق آموزش را بعد بهش خواهیم رسید، یعنی کل نظام آموزشی، کل فرایند آموزش در جامعه آمده که این اتفاق رو تسهیل کنه. خب آموزش به دو نوع طبقه بندی میشه. یک، آموزش های رسمی یا فرمال، فرد میره یه جایی ثبت نام میکنه، یه جایی که مسئولیت اون آموزش رو داره، حالا خیلی رسمی ترش میشه مدرسه، دانشگاه، اینستیتیوشن های مختلف، حالا یه مقدار از اون غیر رسمی هم میشه مؤسسات مثل مؤسسات زبان، نمیدونم مدیریت غیره، اینایی که در جامعه هستن. بعد یه مقدار میاد پایین میشه آموزش در واقع محیط جاب، اتمسفر جاب فرد آموزش میبینه. دو، میاد باز غیر رسمی تر میشه محیط ارتباطات اجتماعی، باز میشه محیط ارتباطات خانوادگی، تربیت در خانواده. همه اینا در واقع بخشایی که تا یه جایی میشه فرمال، اونجایی که انستیتیوشن داریم. بعد از اون که در محیط جامعه و در جریان در واقع جامعه صورت میگیره، اون در واقع یه حالتی که شکل میده اعتقادات فرد و تفکر فرد و احساسات فرد و که مجموعاً اون شخصیت یا کارکتریستیکی که ما از یک آدم در جامعه میبینیم تحت تأثیر اون آموزش‌های فرمال یا اینفرمال او شکل گرفته. خب ما متدهایی رو برای آموزش داریم، اهم از تدریس، در واقع دوره‌های ترینینگ و مثل کارآموزی. امروزه خیلی الان اومدن مخصوصا در آموزش های الیمنتری اومدن روی استوری تلینگ یا قصه گویی، بحثایی که در محیط های دیسکاشن در واقع در میزگرد ها انجام میشه، یا آموزش های در واقع یا پژوهش های هدفمندی که با هدف آموزش تیم پژوهشی اینا شکل میگیرن، و بالاخره بحث ریموت تیچینگ که روی این بیشتر صحبت خواهیم کرد که بعد از در واقع بحران پاندمی کرونا این موضوع ریموت تیچینگ بیشتر در دنیا مورد توجه قرار گرفت. اما آموزش دنبال چیه؟ ببینید اگر روی این اهداف متمرکز شیم، آروم آروم داریم به اون اهداف صحبت و گفتگومون نزدیکتر میشیم. آموزش میخواد آدمایی رو درست کنه که بیشتر آموزش ببینن، آموزش ببینن، آماده بشن، مستعد بشن، انگیزه پیدا کنن که تمام طول عمرشون رو یاد بگیرن. آموزش میدیم که مشتاق بشن برای رشد، تعالی، پیشرفت. آموزش میدیم که این افراد در واقع ریسک تیکرهای خوبی باشن، مسئولیت قبول کنن، ریسک قبول کنن، ریسک کارشونو، ریسک اعتقاداتشونو، ریسک جهتگیری هاشونو. آموزش میدیم که بتونن مشکل حل کنن. میدونید شما یکی از مهارتهایی که همه امروز معتقدن که باید آدما با اون مهارت ها محیط های آموزش رسمی رو ترک کنن بیان در آغوش جامعه، این که بتونن حل مشکل کنن و بتونن تفکر نقادانه داشته باشن، تحلیل کنن. تحلیلگری یاد میدیم در آموزش. در آموزش یاد میدیم که آدما آروم آروم به پدیده های به جهان هستی، به اطرافشون متفاوت از قبل نگاه کنن. آموزش یاد میده به افراد که به صورت مستقل بتونن کار کنن و هر جا اختزاز کرد با تیم کار کنن. هر دوی این مهارت ها رو اندلزوم داشته باشن. آموزش میدیم که افراد خلاق باشن، خلاقیت یادشون میدیم. و همچنین در واقع آموزش میدیم که آموخته هاشون رو با کمال میل و با یک انگیزه و انگاره درونی در اختیار جامعه خودشون قرار بدن.
پس با این اهداف میبینیم آموزش خیلی بحث مقدسیه، خیلی بحث مهمیه. و حالا صادقانه و صمیمانه هر کدوممون با این اسلاید یه خلوت کنیم، ببینیم چقدر نظام آموزشی ما از اون ابتدا تا انتها اینها رو یاد میده و چقدر ذهن دانش آموز و دانشجو رو با یه سری محفوظات تکراری به روش‌های تکراری انباشته میکنه، در حالی که اون اتفاقی که باید در اون آدم بیفته نمیفته. حالا این ارتباطش با موضوع ما چیه؟ اینکه آموزش چیست و چه باید باشد؟ جلوتر انشالله بیشتر خدمتتون عرض خواهم کرد. یکی از بحثایی که در واقع امروز اتفاق نظر جهانی هست اینکه در هزاره سوم افرادی که دنبال انسانهایی هستن که اینا رو استخدام کنن، 10 مهارت یا عمومی تر بگیم 10 مهارتی که زیست موفقیت آمیز و مؤثر و دارای ایمپکت در جهان بعد از هزاره، یعنی در جهانی که هزاره سوم شروع کرده، این 10 مهارت رو باید داشته باشه. باز مقایسه کنید با اتفاقاتی که در نهادهای آموزشی ما صورت میگیره. این افراد باید طرز فکر رشد و تعالی داشته باشن. اینا رو باید آموزش بدیم بهشون، آموزش بدیم بهشون که مداوم و مستمر در حال یادگیری باشن. من آسایز آموختن یک زمان آموزش به تفکر نقادانه میدیم، آموزش میدیم که مهارت‌های بقا رو در دنیا و در زندگی یاد بگیرن. اینا یعنی چی مهارت‌های بقا؟ یعنی اینکه بتونن کامپتنت باشن، بالنده باشن در محیط‌هایی که در آینده بین انسان و ماشین، انسان و انسان رقابت‌های سختی در خواهد گرفت، بین کشورها، قوم‌ها رقابت‌های سخت، بتونن در واقع زنده بمونن، بتونن ادامه حیات بدن. آموزش میدیم تاباوری یا رزیلینس رو، بحثی که در موضوع کرونا بسیار دیدیم ما کشور ما مشکل داریم. خیلی از ماها مهارت تاباوری رو یاد نگرفته بودیم. خود این واقعا یه پرزنتیشن هستن که اصلا تاباوری چیست و چه در واقع آموزه های اجتماعی و فردی ناشی میشه و چگونه میتوان انسانها رو تاباور کرد در جامعه. انسانها رو کنجکاو بار میاریم، انسانها رو از طرف دیگه منعطف بار میاریم که اوپن مایندست داشته باشن، که بتونن در واقع هر چیز خوب رو یاد بگیرن، اناد در برابر یادگیری خوبها نداشته باشن. یاد میدیم که خودشونو وقف اهداف مقدس اجتماعی بکنن، خودشونو وقف بهترین رول پلیینگ خودشون بکنن. آموزش میدیم که اینها خودشون مهارت، توانایی، انگیزه و علاقه به بالا بردن دیگران رو داشته باشن. نه که لزومن شغلشون آموزش باشه، نه. کوچینگ یه موضوع خیلی خیلی وسیعیه، وسیع‌تر از توانایی معلمه. یه موضوع پخش شده در سطح جامعه است، از یه آدمی که یه کفاش معمولی میتونه کوچ باشه تا یه آدمی، یه مدیری در یه شرکت بزرگ در واقع مولتی نشنال، که بتونن کوچینگ دیگران رو بیارن بالا، که بتونن با تردیدهاشون راحت باشن. آموزش میدیم که با تردیدهاشون برخورد کنن، راحت برخورد کنن و دنبال کشف حقیقت باشن. ما هر کدوممون درونمون گورستانی از تردیده، تردیدهایی که از بچگی در ما مونده، رشد کرده و الان هم کاری نمیتونیم بکنیمش، چون به ما نیاموختن که ما با تردیدهامون چه کار باید بکنیم. و آموزش میدیم که در فضاهای مجازی، باز این از بحثایی که خیلی به موضوع امروز ما ارتباط داره، بتونن موفق باشن، بتونن در واقع اصطلاحا جان سالم به در ببرن، زندگی کنن در ارتباطات مجازی، در بین ارتباطات در واقع مختلف مجازی که بین انسانها با وکتورهای در واقع دنیای مجازی داره شکل میگیره. خب بلافاصله بیایم سر این که حالا این پدیده
با این ویژگی ها، با این اهداف، با این فرایندها میخوام ببینیم که در اتفاقی که با در واقع رخداد بزرگی به اسم پاندمی کووید افتاد برای این موضوع، این اتفاق واقعا چی بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ دنیا امروز معتقده که کووید 19 برای دانشگاه ها برای بازاندیشی خودشون و نقش اجتماعی و کارکرد اجتماعی خودشون یه فرصت طلایی رو فراهم آورد. یه فرصتی برای درنگ و تأمل بود برای دانشگاه ها که شاید اگر این اتفاق نمی افتاد یکی دو قرن میخواست طول بکشه. پس از این منظر با تمام مشکلاتش باید ما این کووید در 19 رو به فالنیک بگیریم که دانشگاه های ما رو در واقع یه لحظه درنگ داد که در بودن خودشون، در شکل و سیاق خودشون، در وضع خودشون خلاصه یک درنگی بکنن، یک بازاندیشی بکنن. خیلی روی در واقع آموزش عالی اثرات منفی داشت کووید 19. خب خیلی از برنامه های تحصیلی خیلی از ماها درگیرشیم دیگه، دوچار مشکل شد خیلی از رویدادها، خیلی از در واقع اتفاقاتی که ما به صورت در واقع فضای واقعی ریالیتی اینا رو برنامه ریزی کرده بودیم نتونستیم، هنوز هم ما نتونستیم قد راست کنیم نظام آموزش عالی دنیا رو عرض میکنن که بتونه دوباره خودشو پیدا کنه. خیلی از برنامه های آموزشی، برنامه های پژوهشی، پروژه های پژوهشی ما دچار مشکل شد. خیلی از پروژه های همکاری جهانی دچار مشکل شد. چالش های مالی برای دنیا پیش اومد، اینکه در واقع بتونن سازوکارهای مالیشون رو دوباره، در واقع خیلی از بنگاه ها از بین رفتن، خیلی از شغل ها خیلی تضعیف شدن، در معرض از بین رفتن قرار گرفتن و بالاخره سلامتی آدم ها، بالاخره این آدم هایی که از بین رفتن در سر این پاندمی بخشی از نظام آموزشی دنیا بودن، خیلی از اساتید، خیلی از دانشجویان بخشی از آدم ها بودن، بخشی از مردمان این کره بودن. اینها اثرات در واقع بده این موضوع بود، به قدری بدیهیه که من اصلا نه موضوع رسالت صحبتم است نه وقت شما رو میخوام بگیرم. خیلی اتفاقات بد افتاد دیگه، آدم ها کمتر همدیگر رو دیدن و جریان عاطفه، احساس در واقع جاری نتونست بشه بین این آدم ها. اما آن چیزی که مهمه، بدون اینکه بخوایم قضاوت کنیم و طبقه بندی منفی مثبت بکنیم، بسیاری از در واقع وضعیت‌های دنیای واقعی قبل از کووید تغییر کرد. اینو دیگه هممون روش اتفاق نظر داریم، میتونیم بگیم تغییر کرد دیگه. از چهره‌های ماسک زده‌ای که در واقع یه شکل روبروی هم قرار گرفتن، از آدمایی که فاصله‌های اجتماعی مطرح شد، از اینجا بگیری تا بحث‌های روانشناختی، جامعه شناختی، مباحث حتی سیاسی، مباحث اقتصادی که الان ماشاءالله بحث‌های بنگاهداری و و و و خیلی از موارد در واقع زندگی نسبت به دوران پرکووید تفاوت کرد. اما یکی از اون پدیده‌هایی که موضوع بحث ماست اینه که ما آموزش و به طور اخص آموزش عالی الان مجبوره به این فکر کنه که من در آینده و بعد از این چه شکلی باید باشم، شبیه چی باید باشم. این چیزی که هنوز آموزش عالی دنیا داره توش گیج میزنه، فعلا ابزار عوض کرده، رفته در واقع فعلا تا اینجای کار رفته سراغ، خدمت شما عرض کنم که ابزاری به اسم در واقع ای‌لرنینگ و روش‌های در واقع همین بحث وبینارهای که الان ما خدمتتون هستیم و ابزارهای جدید. ولی واقعا مسئله به اعتقاد بنده خیلی خیلی عمیق‌تر و پیچیده‌تر از این حرف هست. خیلی مسئله عمیق‌تر و پیچیده‌تره. واقعا دانشگاه ها باید بشینن ببینن که برای بقاشون و ادامه حیاتشون روی چه چیزهایی
در واقع باید فکر کرد. و این کار ساده ای نیست که نهاد آموزش عالی ببینه که در واقع دقیقاً پارامترهای یک دنیای بعد از کووید با این تغییرات شگرف در روابط انسانی، در مناسبات اجتماعی، در خیلی از بحثا که یکی از دم دستترین هاشون مسئله سلامت جسم و روان هست، اینها در واقع الان باید بشینن در واقع دانشگاه ها و ببینن در این دنیایی که خیلی نمیدونن، نمیشناسن چه اتفاقی توش میفته. الان همین جهش ها، یعنی هی ما دوباره نگرانی، دوباره تردید، دوباره تغییر، دوباره تغییر، یعنی به یک حالت استدی استیت و آرامشی هنوز نمیرسیم ما. تا میخوایم یه مقدار آروم بشیم یه خبرایی میرسه، دوباره نظام سلامت باید بدوه و همچنین دانشگاه ها دوباره در این بحث ها باید خدمت شما عرض کنم که فکر کنه. من دوباره این جمله رو تعمدن دوباره آوردم، اما این وسط در این عدم قطعیت ها آن چیز که قطعیت داره تو این دنیای غیر قطعی اینه که تغییر مسلمه. من رو با زرد توی اسلاید آوردم تعمدن که بیشتر تاکید کنم این تغییر مد... یعنی دیگه جای اینرسی نیست برای دانشگاه ها، جای این نیست که یه استاد یه دونه پاورپوینت درست کنه، اینو 15 سال درس بده، نهایتا یه دو تا کلمه از این رو عوض کنه، یا یه دانشگاه با همون شیوه دانشگاه داری کنه، یه استاد با همون شیوه به کار خود، یه دانشجو هم با همون شیوه بره جلو. فعلا مجبور شدیم ابزار عوض کنیم، ولی تردیدی نکنید، تردیدی نکنید که به زودی باید ماهیت آموزش نیز عوض شه، اهداف آموزش نیز عوض شه، جریان و فرایند آموزش نیز باید عوض شه. ما مثلا یه سری به عنوان مثال، من میخوام از اون تغییرهای بنیادی نرس کنم، یه سری دیسراپتیو ترند ها در دنیا بود، بحثایی که در واقع فشار میدادن که وضع موجود رو عوض کنن، مثل هوش مصنوعی به عنوان نمونه. این مباحث در بحران در واقع کووید یا بحث در واقع اینترفیس و جدال بین انسان و ماشین، این که بحث خیلی جدی بوده در دنیا، الان در این موضوع خیلی این جدال، خیلی این دیسراپتیو ترند ها که نمیذارن دنیا آرامش پیدا کنه و اصلا اینا اومدن این تکنولوژی ها که آرامش رو به هم بریزن تا دنیا رو جور دیگری باز آرامش بدن، باز آرایی بکنن، ریارنج بکنن. این در واقع فضاها یا بحث خود دیجیتال ترانسفورمیشن که همه شما عزیزا خیلی بهتر از من میدونید این موضوع، خب این بحثا در واقع و این در واقع تعارضهایی که در ذات این حرکت دنیا به سمت دیسراپتیو تکنولوژی ها بود با حضور در واقع فضای کووید خیلی تشدید شد، شدت پیدا کرد. خب ما در واقع سه تا واژه داریم که برای دانشگاه ها بعد از کووید اینها خیلی الان جدی در محافل تحلیلی دانشگاهی دنیا اینا مورد بحث هستن. موضوع اول اینکه آیا چه دانشگاهی، چه مدل عملی، چه روش آموزشی، چه نظام آموزشی مناسب هست الان الان برای چنین دنیایی و دنیایی که هر روز گفتیم داره تغییر میکنه و به دنیایی که نوظهور داره هی ویژگی های جدید پیدا میشه، چه نوع دانشگاهی اصلا مناسبه؟ سویتابیلیتی. مبحث بعدی وایبیلیتیه، چه نوع متدی، چه نوع سیستمی، نظام آموزشی میتواند اصلا بماند، ماندگار شود، زنده بماند. و بس سستینبیلیتیه، به چه نوعی از این آموزش ها جامعه میتونه امید ببنده، دل ببنده و در واقع این آموزش ها رو ازشون انتظار توسعه و ساخت آینده داشته باشه.
این یه سوالیه که خیلی نظام آموزشی دنیا در واقع بهش الان رسیدن سر این دو موضوع. و اینکه اگر یه دانشگاهی قرار است بماند، اگر یه اینستیتیوشنی قرار است بماند و از پاندمی جان سالم در واقع قرار به در ببره، بایستی در استراتژی‌های حتی کلان خودشون یک باز ارزیابی مجدد بکنن و یک در واقع باز طراحی بکنن خودشونو. در این تردیدی نیست، یعنی حتی در سطح در واقع استراتژی ها یه سری در واقع روندهای آینده نگرانه باید الان فکر بشه و براش آماده بشه دنیا و نهادها و انستیتوشن های آموزشی برای این روندهای آینده نگرانه بایستی آماده میشن. یکی از اینا بحث فضاهای آنلاین در واقع یاددهی و یادگیری هست. امروز ما یه سری پلتفرم هایی داریم، یه سری در واقع چیزایی مثل همین اسکای، نمیدونم ادابی کانکت و و و یا یه چیزایی که سازمان ها برای خودشون در واقع طراحی میکنن میسازن، ولی اینا به زودی باید گلوبال بشن. باید یک گفتمان ابزار شناختی گلوبال در دنیا حاکم بشه. این بحثی که دانشگاه ها باید روش فکر کنن. باید مهارت ها بالا بره، باید کار از راه دور روش فکر بشه. یعنی چی کار از راه دور؟ یعنی همین چیزی که ما در یک واژه‌ای هم براش اختراع شد که دورکاری مثلا در جامعه شد. این دورکاری چه مفهومی داره؟ فرد در زندگی خودش یه هوم آفیس ایجاد میکنه، در اونجا کارش هم انجام میده. فعلا اینا شروع شده به تمرین، یه ضرورت بوده، ولی مطمئن باشین این ضرورت دیگه باید بیاد وارد زندگی ما بشه. این بحث دورکاری، بسیاری از مشاغل ما دیدیم در عمل، صادقانه بگیم دیدیم در عمل که اینها نبود اون فرد در اون سازمان هیچ مشکلی ایجاد نکرد از راه دور. پس بودن اون همه هزینه ها در واقع اصلا چه مفهومی داشت؟ بحث های مثل 3D printing، artificial intelligence و بحث های روبوتیک، اینا که اومده بود داشت می اومد که در واقع دنیا رو فرا بگیره، با به توسط در واقع پاندمی خیلی شتاب بیشتری پیدا کرد. اینا به لحاظ ضرورت ها، بازسازی فضاها، بازتعریف فضاها، ناتوانی های انسان در فضای ریالیتی، ملاحظات سلامت، همه اینها اومد روی هم. و مهمتر از همه بازارایی پابلیک ریلیشنز، همه اینها با هم جمع زده شد تا اینکه نهایتا در واقع این شتاب ایجاد بشه که هر چه زودتر در واقع جامعه این تکنولوژی ها رو در خودش بپذیره. یکی از اتفاقات واقعی دیگه این بود که در دنیای موجود خیلی از مشاغل کوچیک شدن، حجم بازارشون تغییر کردن، و ما چون دانشگاه هامون آماده نبودن برای تغییر فارغ التحصیل به تبع تغییر بازار کار، طبیعتاً دچار یک مشکل شدیم، مخصوصاً در واقع در اقتصادهایی که اصطلاحاً پورلی پرفورمینگ هستن. این اقتصادها با این تغییر زائقه جهانی و تغییر کلان جریان‌های جهانی، این اقتصادها در واقع دچار مشکل شدن. و خدمت شما عرض کنم که مهاجرت دانشگاه ها به سمت در واقع ریموت لرنینگ، که خیلی خیلی اینها بحثای نوظهوری رو پیش آورد که قبلا در واقع صحبت کردیم، اون بحثای در واقع سوشیو اکونومیک که در متن و بطن جامعه داره به ما چراغ قرمز هایلایت میشه، اینها خیلی سریع از دانشگاه ها واکنش میخواد، خیلی سریع از دانشگاه ها راهکار میخواد. خب خیلی از در واقع دانشگاه ها با این ترانزیشن سریع که مورد نیاز شد، چون قبلا جدی نگرفته بودنش، دچار واقعا مشکل شدن. خیلی از دانشگاه ها در سطح دنیا
به خاطر اینکه اینا یا اینفراستراکچر های در واقع آیتی رو نداشتن یا تخصص کافی و تجربه کافی در واقع در این مورد نداشتن که بتونن در واقع بحثای آیتی رو به سرعت جایگزین کنن. عرض کردم بحث اصلی بود که اینا در واقع تمرین نکرده بودن برای این موضوع، جدی نگرفته بودن. اما آنچه که واقع بینانه حالا بعد از همه این صحبت ها میشه باهاش برخورد کرد اینه که ما با پاندمی متوجه شدیم که یک روش آموزش و استراتژی آموزش هایبرید در دانشگاه های ما باید حکم فرما بشه. نباید اینگونه فکر کنیم که بحث های آنلاین ایژوکیشن اومدن به عنوان یه آلترناتیو در واقع آموزش های حضوری که اونها دیگه باید به سرعت کنار گذاشته بشن، چیزی به اسم کلاس فیس تو فیس معلم تمام. نه، الان آخرین مباحثی که آدم داره میبینه و ترندی که داره میبینه دنیا میرسه بحث های هایبرید هست که روش قبلی با روش جدید تلفیق بشه، چیزی که سالیان سال بود در واقع این بحثای بلندد تیچینگ در دنیا مطرح بود ولی دنیا جدی نمی گرفتش. به نظر میرسه یکی از خدمتهای شایان توجه در واقع کووید میتونه این باشه که با این بلندد تیچینگ ما فارغ التحصیلانی داشته باشیم که اینا آماده بشن برای اینکه رول پلینگ ها و مدهای جدید در واقع زیست اجتماعی رو و نقش آفرینی در سازمان ها و ساختارهای مختلف رو یاد بگیرن. خب یکی از چهره هایی که کووید با دانشگاه ها مرتبط شد این بود که خیلی از دانشگاه ها در ابعاد مختلف این پاندمی خودشون وارد ریسرچ شدن، یعنی مسئولانه وارد شدن و اینو یه فرصت دیدن. دانشگاه هایی که روی داروهای در واقع ضد کووید شروع کردن، روی واکسن ها شروع کردن، روی بحثای سوشیتال و اجتماعی قضیه شروع به مطالعه کردن، روی بحثای روانشناختی این آیسولیشن های اجتماعی کار کردن، روی بحثای فرهنگی اجتماعی، روی بحثای مدلینگ اقتصادی جدید کار کردن. اینها دانشگاه هایی بودن که هوشمندانه اون تهدیدها رو شروع کردن اکتیولی تبدیل به فرصت کنن، از تهدید یه فرصت ساختن که بیان در فضای موجود بگم من هستم، اصلا نگران نباشی، اینجای قضیه رو در واقع من هستم. و اتفاقا اینا یه فرصتی دیدن که خودشونو و ضرورت وجودیشونو به جامعه در واقع دیکته کنن. این در واقع یه بحث خیلی خوبی بود که در دنیا ما این ترند رو در واقع دیدیم و جامعه آروم آروم احساس کرد، مخصوصا حالا به اون بحث پزشکی و دارویی و واکسن قضیه، دانشگاه ها رو در قالب یک در قامت یک ناجی تونست ببینه. یا مثلا در بحث دانشگاه های علوم پزشکی اون بخش هایی که تو درمان بودن، خب اینها مرتب اساتیدی که در حوزه های مثلا ریه نمیدونم آی سی یو بحث های اینطوری فعالیت میکردن، اینا تو خط مقدم خودشونو و توان خودشونو در واقع نشون دادن. و این یه پیام داره، تو ته این اسلاید به یه پیام میرسه که دانشگاه ها باید از دیوان سالاری های شکننده و پیچ در پیچشون به سرعت عبور کنن، بیان و خودشونو در فضای جدید با نیازهای جدید با پذیرش مسئولیت و دغدغه اجتماعی سازگار کنن. ته در واقع ماجرا به این میرسه. اما یکی از بحثایی که خیلی در دنیا در محافل آموزشی و دانشگاهی درگره این بود که واقعا کووید بحثی رو پیش آورد تحت عنوان اینکه آینده همکنونه. یعنی چی؟ خیلی از چیزها رو وقتی که ما می نشستیم مثلا
در فرهنگستان اینور اونور وزارت بهداشت، خود بنده با خیلی از سیاستگزاران صحبت میکردیم، میگفتن آقا ما الان مایحتاج های همین ای لرنینگ و همین اینفراستراکچر های آی تی بیست و میگفتن آقا حالا اونا بحثای دوره، ما الان مشکلات اساسی داریم، مثلا دارو نداریم، نمیدونم پول نداریم، تخت بیمارستانی مشکل داریم، کووید اون آینده رو کشید آورد به الان. و به جای اینکه نظام آموزشی حتی دنیا غافلگیر بشه، دید که یه تجربه تلخ کرد، دید که یه جایی باید سریع پاسخ بده. حالا اگر این سوال خیلی جدی مطرح شد که اگر فردا یه اتفاق دیگر جهانی بیفته که مثل آیتی یه چیزایی که ما براش آینده نگری نکرده بودیم، آینده پژوهی نکرده بودیم، جدی نگرفته بودیمش به بهانه معیشت الان فردا رو، اگه یه چیز تازه و موضوع دیگه اومد جلوی ما قرار گرفت، آیا آماده هستیم؟ برای چه چیزی نمیدونیم. هر چیزی میتونه اون چیزی باشه که امروز کمتر توجه میکنیم به خاطر اینرسیامون در واقع، ولی فردا باید توجه کنیم. من فکر میکنم بحث ای لرنینگ یکی از غیر جدی ترین مسائلی بود که مدیران آموزش عالی ما در واقع بهش فکر میکردن. دانشگاه ها باید در مدل ها و حتی مدارس باید در مدل های آموزشیشون تجدید نظر کنن. ببینید الان ما چه کار کردیم در آموزش؟ ما اومدیم همون اسلایدایی که در کلاس میذاشتیم، اینجا رو من استدعا میکنم دقت بفرمایید، همون اسلایدایی که در سر کلاس میذاشتیم، دانشجو در یه سالونی مینشست دوبره ما و ما صحبت میکردیم براش، همون که فکر کنید الان همه ما تعداد نفرات کسیم در یه اتاق دور میز گرد نشستیم، حمیدی هم داره در واقع با پروژکتور، الان چیز جدیدی اتفاق نیفتاده، فقط ابزار عوض شده. اول عرایزم گفتم، اما به نظر میرسه این کافی نخواهد بود. یا مثلا در مدارس ما همون مثلا معلم میاد، حالا یا نمیاد یا یه روزی کاملا آنلاین بود، همون مطالب کتابو و بعد دانش آموز بیشتر بار آموزش رو خودش به عهده میگرفت و بعد همون امتحانو، و من ارزش خواهم برای این زحماتا، ولی این نیست اون در واقع اِوولوشن یا رِوولوشنی که باید اتفاق بیفته، این نیست. پس باید چیکار کنن؟ باید ادعی بشینن، آینده پژوهی بکنن. من سرور عزیز استاد گرامی دکتر حسین مقدم جسارت میکنم در محضرشون در بین حضار تشریف دارن، باید آینده پژوهی کرد، آینده ای رو دید که توش اصلا دیگه پی دی اف کتاب و اصلا صحبت متکلم وحده به نام آقای حمیدی سر یک کلاس دیگه مفهومی نخواهد داشت. اصلا دیگه اون پارادایم های آموزشی شیفت پیدا خواهند کرد در آینده و تعالی آموزش از مسیر تغییر استراتژی ها رو خواهد داد. آموزش های فیلد محور، جامعه محور، نگرش محور، که من تعجب میکنم که هنوز هم در کشور ما این نوع پژوهش ها هنوز هم جدی گرفته نشده، هنوز هم جدی گرفته نشده، هنوز هم ما اومدیم حالا با وضع موجودمون دوباره اینرسی پیدا کردیم، سیاستگزارامون، خودمون، حاکمیت، هممون با هم، من معلم، حالا خو کردیم به همین وضعیت، با همین وضعیت اوکییم و داریم میریم جلو که یه سری متریال ها رو بیاریم به جای اینکه اونجا تو تلویزیون یا رو پرده بندازیم اسکرینمون رو شیر کنیم. خیلی اتفاقی نیفتاده تا اینجا.
اصلا اهداف آموزشیمون چیه که بیایم ظرف در واقع مثلا یک ساعت و نیم، دو ساعت یه سری معلومات و نالج هایی رو، دانش هایی رو در فرد انباشته کنیم و فرد بلند شه بره. بازم داریم همین کارو میکنیم. این آموزش کامپتنسی بیس یا در واقع بالندگی محور یا شایستگی محور نیست، این هنوز نالج بیسته. چهار تا در واقع مگاترند برای دانشگاه‌های آینده، این استدعا میکنم به این بحث خیلی خیلی دقت بفرمایید. خیلی از اون سرنخ‌های آینده‌نگری رو ما میتونیم در این بحث ببینیم. چهار تا ابرروند یا مگاترند برای دانشگاه‌ها در فضای بعد از ترند الان تصویرسازی شده. سروند تصویرسازی شده. یک این که کمپس دیزاین باید در فضای پست کووید تغییر کنه، یعنی شکل اصلا فیزیکی دانشگاه‌های ما، شکل فیزیکی کلاس‌های ما، آزمایشگاه‌های ما، کارگاه‌های ما باید تغییر کنه، ریشیپ باید بشه در واقع دانشگاه‌های ما، فضاهای ما در یه ساختمان دانشگاهی باید جور دیگه‌ای آرایش پیدا بکنه. این اولین ابرروندی که باید آینده پژوهی بشه. دوم، عرض کردم بین صحبتام هایبرید هایر لرنینگ باید صورت بگیره، یعنی آموزش عالی ما باید به سمت بحثای هایبرید بره. خب هایبرید چی؟ من عذر میخوام، این نشه که من منظور از هایبرید یعنی مثلا الان تو مدارس ما یه عده دانش آموز دارن میرن سر کلاس، یه عده نمیرن سر کلاس. این هایبرید نیست. اصلا بحثای جدید هایبرید بشه با این نوع آموزش. آموزش معلم محور تبدیل بشه کاملا به آموزش متعلم محور، آموزش گیرنده محور. و بنابراین دیگه فضا، یه سری فضای انسان با انسان و کانسپت با کانسپت باید از این به بعد شکل بگیره در دانشگاه ها. یه کانسپت میاد میخواد در واقع با کانسپت های دیگری که نشستن دیگه، ببخشید من اینجوری میگم، دیگه آدم نمیگیم، ما میگیم یه عده کانسپت روبروی هم میشینن و با هم دیگه اکسچنج انجام میدن و کانسپت های جدید متولد میشه. این کانسپت های جدید که از اینتر کانسپتینگ در واقع ایجاد میشه، میتونن همون مفاهیم بین رشته ای باشن. یعنی من و آقای دکتر خواصی به عنوان دو تا کانسپت از دو تا دیسیپلین مختلف میایم میشینیم، داروسازی و مهندسی مکانیک، از بینش در واقع خیلی ساده تر از قبل که ما در سال 98 با دکتر حسین مقدم هی کلنگ میزدیم در یک در واقع آمفی‌تئاتری عده‌ای هم سخنرانی میکردن که به در واقع کشور، جامعه علمی کشور بگیم که اینتردیسیپلینریتی یک ضرورت هست، باید شما بریم به سمتش. الان دیگه یه جبر محتومه، نمیتونی اصلا دیگه بدون اینتردیسیپلینریتی جلو بری. الان دیگه به قول انگلیسی ها نتورکینگ اور ناتورکینگه. پس بنابراین بحث در واقع پارادایم، اینجا پارادایم های هایبریده. هر چیزی که اکسچنج بین این کانسپت های در واقع ادوکیتور و لرنر رو بتونه کنار هم تسهیل کنه، تشدید کنه، بهتر کنه، اپتیمایز کنه، بهینه کنه، این میشه هایبرید. روش های مختلف، روش هایی که شاید تا هنوز آفرینش نشدن، از ماشین لرنینگ بگیرید، از آرتیفیشیال نورال نتورک بگیرید، از بحث های در واقع روبوتیکس بگیرید، تا مباحث جدید جامعه شناختی و نگاه های جدید به در واقع آموزش در فضای گلوبال و فضای کامپتنسی. اینا بحثایی که خیلی جدی الان در دنیا مطرح. بحث بعد در واقع اینتر چالنجینگ و اینترفیس بین در واقع دانشگاه و جامعه هست. حالا من اینو تحت عنوان در واقع اینداستری کلابوریشن گفتم.
بهتری بگیم سوشیال کلابریشن هستن دانشگاه. من اینو قطعا بعد از این برنامه عوض میکنم، سوشیال قشنگتره، اینداستری هم بخشی از سوشیاله. یعنی دانشگاه باید بره تو جامعه، با جامعه این آموزش کلابریت کنه، مشتریشو پیدا کنه. آموزش مشتری دم دست نقد نداشته باشه اصلا ارزشی نداره چنین آموزشی. حالا بگیم با صنعت، بگیم با حاکمیت، بگیم با شتاب دهنده ها، با انواع ساختارها. یکی از بحثایی که براش باید آینده پژوهی کرد اینه، یعنی چی سوشیال در واقع اینترکانکشن، سوشیال کلابوریشن واقعا به طور جدی یعنی چی و چگونه باید باشه در آینده. این که مثلا یه دانش آموز، دانشجوی شما بلند شه بره یه بازدید از صنعت داشته باشه یا یه ماهی در صنعت کارآموزی بگذرونه، این کلابوریشن قطعا نیست. این یه واحد درسیه که به اون شکل رای میشه. اینجا میگه باید کلابوریت کنی، باید مشتری پیدا کنی، باید کردیتابیلیتی داشته باشه دانشگاه در نزد جامعه، ارزش های خودشو نشون بده، باید دانشگاه به جامعه نشون بده که در سناریوهای مختلف پروژه های دنیای واقعی میتونه یه رول پلیر قابل اعتماد، جدی و قابل اطمینان باشه. میشه رو دانشگاه حساب کرد. و بالاخره آخرین مگاترن ابزارهای دیجیتاله، ابزارهایی که در آینده بشه بهشون اعتماد کرد، توسعه پایدار رو رقم بزنن، قابلیت ماندگاری جوامع رو بتونن ایجاد کنن، قابلیت ماندگاری نهاد آموزش و مثلا دانشگاه ها رو در واقع ایجاد کنن. اینها در واقع هم فیچرها هم فانکشنها رو ترانسفورم میکنه، این در واقع ترانسفورمیشن دیجیتال که داره اتفاق میفته. یعنی یه سری ابزار توانمند که به قدری در ابزار بودنشون توانمند میشن میرن جلو که آموزش و مهارت‌ها و ارزش‌ها رو به خوبی در واقع جلوه‌گر میکنن و میتونن در واقع آدم‌های توانمند و بالنده‌ای رو تحویل جامعه بدن. من چون در واقع فرصت محدوده دارم میرم جلوتر که از شما عزیزان بیشتر در انتها در واقع بهره‌مند بشیم، چون اون جان کلام اون سه تا اسلاید رو تو قبلی ها من عرض کردم. یونسکو برای اینکه یک عملکرد قوی و جدی اجتماعی و عمومی در واقع در آموزش ببینه، برای دانشگاه ها 9 تا ایده مطرح کرده که من سعی کردم روی اینها بیشتر در واقع تأمل کنیم با هم. 1. دانشگاه ها و اینستیتوشن های آموزشی باید تمام تلاششون، تمام انرژیشون، تمام منابعشون رو بذارن که آموزش رو به عنوان یک محصول مشترک و مفاهمه شده جهانی در واقع بین الاذهانی مطرح کنن در جامعه، که در واقع به عنوان بخشی از خدمت شما عرض کنم که تلاش بشر برای مبارزه با نابرابری ها و تبعیض ها. بحثایی در واقع اینجا مطرحه که من تو بحثای مثلا سوشیال اینکوالیتی یا نابرابری های اجتماعی، آموزش در آینده در این عرصه ها چه کار کردی در واقع میتونه و میخواد در واقع داشته باشه، بحثای عمیقی مطرحه که من الان در واقع فرصت پرداختن به ریز این بحثا نیست. بحث بعدی که در واقع یونسکو مطرح میکنه اینه که یک بازتعریفی از آموزش از منظر حق طبیعی انسانها برای آموزش در شرایط مختلف در واقع بتونه مطرح کنه، که آدم ها بتونن با هم از طریق آموزش
به عنوان یک شبکه معناگرای اجتماعی و جهانی متصل بشن آدما، آموزش این نخ تسبیح رو فراهم کنه، آدما رو به همدیگه کانکت بکنه و این نالج ها و این در واقع اینفورمیشن ها، این اسکیل ها، این اینسایت ها بین آدما شیر بشن و همه حق داشته باشن و امکان داشته باشن که به این شبکه بتونن در واقع مرتبط باشن. سوم این که در واقع به آموزشگاه، به آموزگار، به معلم، به استاد، به تیچر به عنوان یه پروفشن دنیا نگاه بشه با تمام ویژگی های در واقع حرفه خودش و کلابوریشن بین معلم ها در دنیا اتفاق بیفته، به تازه ها، یافته ها به راحتی بتونن بین نهادهای آموزش عالی در دنیا در واقع جریان پیدا بکنن. به شرکت و مشارکت دادن در واقع کودکان و نوجوانان در مباحث توسعه اجتماعی در واقع انگیزه ایجاد بشه. حالا اینو در یه اشل بزرگتر میتونیم در واقع در مورد قشر دانشجو هم ما متصور بشیم که در این اتمسفرهای آموزشی دانش آموز یا دانشجو هم در واقع بتونه نقش آفرینی بکنه، گوش کننده و صرفا حد اکثر سوال پرسنده نباشه، بتونه از اول تا آخر فضا با همراهی در واقع مخاطب صورت بگیره. بعد پنجمین در واقع اصل آموزه یونسکو اینه که در واقع به فضاهای عمومی که توسط مدارس حالا و دانشگاه ها فراهم میشه اونا رو ما حفظ کنیم، اون فضا رو حفظ کنیم که جریان آموزش حفظ بشه، که بالندگی کل جامعه حفظ بشه و به دست فراموشی این یافته ها، این فضاهای اینوویتیو سپرده نشه، جامعه بتونه دائما تازه بشه و ادویکیشن دائما در واقع ترانسفورم بشه، ری اجاست کنه خودشو، ری شیپ کنه خودشو. در واقع ششمی این که تکنولوژی های آزاد و اوپن سورس در دنیا برای معلمان و دانش آموزان فراهم بشن، که این خودش یه زاویه‌ای به همون بحث‌های نابرابری‌های اجتماعی پیدا می‌کنه که همه انسان‌ها، همه معلمان، همه دانش آموزان بتونن در واقع به نالج مورد نیاز خودشون و به متریال‌های کلاً آموزشی مورد نیاز خودشون در فضای جهانی، در فضای شیر جهانی دسترسی پیدا کنن. این هم از اون در واقع بحثایی که خیلی امروزه در دنیا مورد توجه هست. هفتمین ایده در واقع خدمت شما عرض کنم که یونسکو اینه که بحث ساینتیفیک لیترسی در واقع در داخل کوریکولوم های آموزشی پروگرام ها، حالا همه نوع پروگرامی که ما در سطح مدرسه دانشگاه داریم، اینها اطمینان حاصل بشه که در واقع این اتفاق میفته، یعنی در واقع قالب ما رو در خودش غرق نکنه که از محتوا و جریان آموزش و جریان انتقال سواد و معلومات و جریان توسعه‌ای که بین انسان‌ها برای ایجاد انسان توسعه یافته به عنوان یک واحد هدف غایی و ایدئال اجتماعی و آموزشی هست، از اون ما غافل بمونیم. بعدی در واقع ایده بعدی یونسکو اینه که در واقع بحث سرمایه گذاری ملی و بین المللی در امر آموزش‌های عمومی جدی گرفته شه، یعنی سرمایه گذاران، اینوستورهای دنیا بیان احساس نیاز بکنن، احساس انگیزه و علاقه بکنن که در آموزش به مثابه یک صنعت جهت تا ببینید صنعت
جذاب برای سرمایه گذاری روی این سرمایه گذاری کنن، نه صرفا به خاطر اهداف بلند مدت اجتماعی فرهنگی ها، این سر جای خودش، نه اصلا به عنوان سرمایه گذاری، این که شما در تولید انسان والا بیای سرمایه گذاری کنی که یه دامنش همین میشه پارکای فناوری، یه دامنش در عرصه در واقع اینویشن و تکنولوژی میشه در واقع شتاب دهنده ها، مراکز رشد، پارکای فناوری، اینویشن سنتر ها، اینها روی انسان سرمایه گذاری میکنن که البته خب اون انسان های بالنده و توانا نهایتا میخوان که منجر به بنگاه ها بشن، یادا اونجا بحث خاص خودشو داره. و بالاخره در واقع پیش به سوی، یعنی ایده آخر که به نوعی نتیجه گیری از همه ایناست که پیش بره دنیا در واقع به سمت یک در واقع اتقام، به سمت یک اتحاد، یک پارچگی در واقع کره، یک پارچگی نوع بشر، با هدف این که در واقع نابرابری های اجتماعی که الان در دنیا در بحث در واقع شمال جنوب، شمال شمال، جنوب جنوب، این تقسیماتی که در دنیا به لحاظ بهره وری هست، در برای آموزش این بحث ها بتونه دنیا اینا رو حل کنه. خیلی بحث های عمیقیه که من خیلی دوست دارم فرصت بشه واقعا بتونیم با هم در این مورد در هم اندیشی هایی تک تک اینها باز بشه که چگونه میتواند دانشگاه در فضای پست کووید و با الهام گرفتن از رخدادهای جهانی پست کووید و فرامرزی پست کووید بتونه در واقع دنیا چگونه میتونه به این نابرابری ها خاتمه بده، چگونه میتونه اطمینان حاصل کنه که یک فرزندی نوباوهی که در یک جامعه کمتر برخوردار وجود داره بتونه به هر آنچه استعداد و توانایی و لیاقتش هست به این دست پیدا بکنه. اینها در واقع بحثایی که واقعا خیلی محوری و خیلی به نظر من هوشمندانه یونسکو اومده ترک، من بحث دارم رو تک تک اینا، منطقه اسلاید رو تقدیم میکنم، در خدمت همه عزیزانم هستم، ایمیل منم روی صفحه در واقع هست. اما کلام آخر، چند تا جمله کلیدی من از همه این بحثا و بحثای متعددی که درگیر بحث ایژوکیشن در پست‌کووید بوده به نظر خودم به عنوان کلام کلیدی مطرح بود. یکی این که واقعا کووید 19 یک ابررخداد جهانی بود که ما را با یک سری چالش‌های واقعی و با یک سری مسئولیت‌های واقعی توأمان مواجه کرد. یعنی نهاد آموزش با یه چالشی مواجه شد، صبح از خواب پا شد دید دنیا به صورت پیشرونده داره با یه بحرانی مواجه میشه، تو باید همه رشته‌ها درگیرش شدن، همه رشته‌های دانشگاهی، همه دانشگاه‌ها توش احساس مسئولیت کردن. خب این در واقع چی رو میطلبید؟ میطلبید که تمام آنهایی که دغدغه دارن، تمام آنهایی که میتوانن، اعم از در واقع دانشگاه ها، دولت ها، سوشیال در اینترنشنال اورگانایزیشن ها، همه و همه اینها بیان جوامع مدنی کنار هم در واقع کار کنن و ذینفعان همه کنار هم جمع شن، مفاهمه کنن و همه دنیا اول بشینه دانشگاه، اول خودش بشینه یه لرنر باشه، یاد بگیره کم کسریاشو و بعد آدم لرن بکنه، آدم تیچ بکنه خیلی سریع که بتونه جامعه رو نجات بده. و زینفان اومدن کنار اینا نشستن. این یه فرصت بود به اعتقاد بنده، در واقع فرصت بود. و جمله سومین که کووید 19 ما رو به یک در واقع سفر خیلی جدی، خیلی دلهره آمیز، خیلی سریع در واقع با خودش به آینده برد که به دانشگاه های ما، که به معلمین ما، که به پالیسی میکر های ما بگه که باید باز اندیشید، باید از نو فکر کرد، جهانی از نو ساخت.
و خیلی از بحث‌های زندگی که قبلا دربارشون غفلت شده بود یا کم انگاشته بودیم اینها رو، شامل آموزش اینها رو باید جدی تر دید، باید در مورد اینها فکر مجددی کرد. من از توجه همه عزیزان تشکر میکنم. ببخشید که خیلی از مطالب رو رد کردم، وسط عرض نکردم چون نخواستم برای عزیزان خسته کننده باشه، و از طرفی گفتم اساتید محترم حاضر در جمع اگه فرمایشی دارم فرصت داشته باشیم که بتونیم از محضرتون استفاده کنیم، یاد بگیرم ازتون، و خیلی خیلی از در واقع عزیزان بزرگواری که در جمع حضور داشتن، شرکت کردن، افتخار به بنده کمترین دادن، تشکر میکنم. آقای دکتر، من در خدمتتون هستم. سلامت باشید آقای دکتر، خیلی لطف کردید، دستتون در نکنه، خیلی زحمت کشیدید، خیلی خیلی خوب بود. ای کاش که در اول خود متولیان آموزش، خود اساتید، حالا و سیاست گذاران، به نظر من باید توی همچین جلساتی و دوره هایی در واقع شرکت بکنن، با هم صحبت بکنیم، گپ بزنیم، چون خیلی واقعیتش سر این داستان آموزش ما خیلی مشکل داریم. خیلی خب یه سری اساتیدی هستن که به لحاظ تئوری و در واقع مفاهیمی که آموزش دیدن خودشون و فرا گرفتن خیلی قوی هستن، ولی به نظر من خودشون رو آداپته نکردن اصطلاحا با بحث‌های موجود، و این باعث ایجاد یک شکاف خیلی عمیق شده بین بچه‌ها، یعنی دانشجویانی که حالا یا کسایی که جدیداً وارد این سیستم‌های آموزشی شدن، بر خود این اساتید. در واقع این شکاف صرفا بحث حالا خود آموزش مثلا اون مفاهیم نیست، یعنی یک شکاف چیز هم هست، یک شکافی که حالا شکاف اخلاقی بگیم اسمش، این که احساس میکنن اصلا دورن دیگه این افراد. برای همین خیلی این که بارها در واقع هم توی این وبینار توی لایو هم شما تاکید داشتید که در واقع باید آموزش بره تو دل جامعه، این خیلی جالبه، ولی بحث اجرای کردن خیلی نیاز به چیز داره، صحبت و اینکه چجوری میشه اجرایش کرد این رو. من شما داشتید در واقع ارائه میکردید، دائما داشتم به این فکر میکردم که چطور میشه، مثلا میگم یه چیزی رو هم آقای دکتر صداتون قطع شد. بعضی هر از کلاس درسیش مثلا حالا بید آقای دکتر خواصی، عذر میخوام، من صدای شما رو نمیشنوم. الان اومد. صدای من آقای دکتر قطع و وصل میشه، اصلا مفهوم نیست بود. حالا من و شما بخششمنده و بقیه دوستان هم فقط خواستم تشکر خود از خیلی استفاده کردم. بزرگوارید آقای دکتر. سلام از شد استاد حمیدی، صدای بنده رو داری؟ حسینی مقدم هستم. استاد حمیدی صدای من هست؟ فکر کنم ارتباط ما با آقای دکتر حمیدی قطع شده. یه پرسشی داشتم می‌خواستم مطرح کنم. آقای دکتر حمیدی صدای من مثل که به دست شما نمیرسه، یا شما ارتباطتون فکرم قطع شد با این برنامه. حالا به هر حال من تشکر میکنم و انشالله حضوری پرسشم رو مطرح میکنم، چون فکر کنم نه تصویر شما رو داریم ما الان نه صدای شما رو. دوستان اگه صدای من دارن عدد یک رو میزنن که من مطمئن میشم صدای من هست، صدای آقای دکتر واسه مشکل داره یا صدای من مشکل داره. ای بابا، خب فکر کنم من مشکل دارم، من برم بیرون دوباره بیام تو. آقای دکتر
ببخشید من این یک کار رو ندیدم، ولی خب ممنون چون پرسشم خطا با آقای دکتر بود، اگر اجازه بدید منتظرشم تا ایشون بیان مطرح کنم یا نه، مثلا به هر حال من این شانس دارم ایشون رو میبینم تا فرصت دیگه ازشون بپرسم. حالا چند لحظه منتظر میشم، امیدوارم بتونم وقت شما آقای دکتر. بله آقای دکتر کامل وقت بدم. ممنون آقای دکتر بابت حالا سوالی که می‌خواستید بپرسید، ولی دقیقاً هم موقع آقای دکتر حمیدی کلاً ارتباطشون قطع شد. بدشانسی منه دیگه به هر حال. جالبیش اینه که تو کل وبینار مشکلی نبوده دقیقاً. من پرسشم معطوف به این نکته بود که خب یکی از چالش‌هایی که ما تو بخش آموزش تو ایران داریم تفاوت روی تصاویریه که از آینده داریم و این کارو دوست در مادر یک آینده ای رو از آموزش برای بچهش متصور، آموزش گیرنده خودش یا آینده ای رو متصور یا یک آینده های نامعلومی و دولت به همیشه نظام اوکراینی علم و آموزش هم به همیشه. حالا من یه مزاحم وقت دوستان نمیشم، من تشکر میکنم از شما بابت این سمینار خوب. دست شما درد نکنه که تشریف داشتید. خواهش میکنم، ایشالا آقای دکتر اگر بعدا دیدمشون از خودشون میپرسن. من خداحافظی میکنم باشه، ببخشید. خدا نگهدار. ممنون از دستان. ممنون از بقیه دوستان که تشریف داشتن. این وبینار رو هم ضمناً ضبط کردیم و حالا توی کانال تلگرام ولانوتک لینک ویدیو ضبط شده دوستانی که حضور داشتن یا حالا بعدم نایی هم که حضور نداشتن که میتونن ببینن. اگر موردی هست بفرمایید. فکر کنم حالا میدونم دکتر دیگه به چه مشکلی خوردن که نمیتونن مدیفه. من برگشتم. آها آها. بیرون انداخته شدم دوباره برگشتم. مقدم سوال داشتن هست. ای دکتر حسینی فکر کنم تشریف بردن. گفتن البته دیگه حضوری از خدمتتون سوال رو میپرسن. در خدمتیم. سلامت باشید. دستتون در حسینی در خدمتشون هستیم اگر فرمایش دارم بهره من بفرمایید. بله خانم دکترم خودشون. خانم دکتر اگه نکاتی مطلبی دارین خوشحال میشیم که بهره مند بشیم. خواهش میکنم، من شاگردی کردم در منظره. جان دکتر من در خدمتتون هستم. بزرگواری دایی دکتر لطف کردید. میگم به نظرم البته خیلی حالا میشه شاید ساعت ها بشه در مورد این بحث صحبت کرد، ولی من فکر کنم دیگه بیشتر از این وقت شما نگیریم. خیلی لطف کردید با وجود مشغلتون در واقع تشریف آوردید. حالا اون فایل این فایل پاورپوینت هم اگر براتون مقدور بود لطف کنید بر من بفرستید، اگر مقدوره بر من بفرستید خیلی عالی میشه که در اختیار دوستان بذارید. البته خود من آقای چشم حتما من بعد از در واقع این که از محضرتون رفع زحمت بکنم از طریق واتساپ تقدیم میکنم. لطف میکنید دستتون در نکنید. خب خیلی خیلی ممنونم از حضرت عالی، دوستان دیگه که حضور داشتند و انشالله که بتونیم در واقع یک کوچولو به قول وان استپ فوروارد بحث آموزش کشور رو همه با هم دست به دست هم بدیم و بریم جلو. امری از شما خداحافظی کنم از محضر. عرضی نیست آقای دکتر، مرسی لطف کردید. خدا یار و نگهدارتون باشه. از همه خدا نگهدار. مرسی خدا.